بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنام خداوندی جان آفرین، حکیمی سخن بر زبان آفرین، خداوندی بخشنده دستگیر، کریمی خطا بخش و پوزش پذیر. خواهران گرانقدر و محترمه، برادران گرانمایه و محترم، ارجمندی های دوست داشتنی و محبوب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این حلقه می خواهم روی موضوعی که شما در تلویزیون هایی که از امریکا پخش می شود همیشه می شنوید، یک تعداد مردمانی آمدند که از احادیث پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم احادیث او را نمیپذیرند، از احادیث انکار دارند و احادیث را کاملا رد میکنند و میگویند که باید به قرآن اکتفا نمود. قرآن برای ما کافی است، به حدیث ضرورتی نداریم. از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بی نیاز هستیم. بیاید ببینیم ریشه این جنبش انحرافی در کجاست و پیدایش این حرکت منحرف از کجا شروع شده. درباره این موضوع تا جایی که وقت اجازه بدهد مطالبی را به خدمت شما ابراز خواهم کرد. این گرایش منحرفانه در اثر انتشار افکار و اندیشه های سیر سید احمد خان در هندوستان به میان آمد و از آنجا با پاکستان بعد از استقلال این کشور در سال 1947 میلادی انتشار یافت. سرزمینی هندوستان یک سرزمینی مملو از عجایب و غرایب است. دو حرکتی ریشکن اسلام، یکی به نام حرکت قادیانی و دوم به نام جنبش قرآنی ها در آن سرزمین نشو و نما کرد و از آنجا بعد از استقلال پاکستان در همه شهرهای پاکستان انتشار یافت. رهبری قادیانی ها را که در سال 1900 میلادی آغاز گردید، رهبری قادیانی ها مرزا غلام احمدی قادیانی است که در سال 1900 میلادی این حرکت منحرفانه آغاز شد و این مرد بعداً ادعای نبوت و پیامبری کرد، طوری که همه می‌دانید. و حرکت قرآن
قرآنی ها توسط غلام نبی، ببینید اولی غلام احمد بود، لیکن اصلا او غلام استعمار است، غلام احمد نیست، غلام پیغمبر اسلام نیست، دومی غلام نبی، غلام نبی نیست، این غلام استعمار است. غلام نبی مشهور به عبدالله جگرالوی که در سال 1902 میلادی این حرکت به میان آمد در هندوستان. رهبری این دو حرکت را محب الحق عظیم آبادی، اینام شایستگی به این مرد ندارد، دوستدار حق نبود، دشمنی سرسخت حق بود، محب الحق نبود حقیقتا، از عظیم آباد هم نبود. عظیم آباد جایی که مردان بزرگ و دانشمند در آنجا سکونت میکنند و رهبری این دو حرکت را شخصیت دیگری به نام غلام نبی مشهور به عبدالله جگرالوی به دوش داشت. شخص دوم غلام نبی معروف به عبدالله جگرالوی از همان روزی نخست دشمنی خود را با مسلمانان اعلام داشت و یک حرکتی را به نام اهل ذکر و قرآن بنیانگذاری کرد. اهل ذکرم نبود، اهل قرآنم نبود، قرآنی ها چهار فرقه هستند که اینک هر یک از فرقه های قرآنی ها را که یک حرکت کاملا انحرافی است به شما معرفی می نمایم. فرقه اولی به نام اهل ذکر و قرآن، طوری که قبلا یادآور شدم نه اهل ذکر بودند و نه اهل قرآن، یک حرکت کاملا انحرافی بود. این حرکت یا این فرقه از بقایای حرکت غلام نبی معروف به عبدالله جگرالوی است که در دارالقرآن لاهور مرکز اصلی آن قرار دارد. در آنجا مسجدی دارند که گنجایشی بیش از 100 نفر را ندارد. در این مسجد که محراب هم ندارد نمازهای جمعه را ادا می کنند ولی در هر رکعت 1 سجده می نمایند، نه 2 سجده، 1 سجده. بیاد داشته باشید. طرفداران این حرکت، حرکت منحرف در همه شهرهای پاکستان وجود دارد، مراکزی دارد و نشریه به نام بلاغ القرآن هم دارد که افکار و اندیشه های خود را از رای این مجله به نشر می سپارند و به شهرهای بزرگ پاکستان این نشریه را ارسال می دارند تا افکارشان در میان مردم رایج شده باشد. و
فرقه وقتی که به یک دیگر سلام میدهند نمیگویند السلام علیکم، میگویند سلام علیکم. بصیغه نکیره سلام را به یک دیگری خود میدهند. و اتباع و پیروان این طایفه مساجد مخصوصی در سراسر پاکستان دارد و در آن مساجد نمازهای سه‌گانه خود را ادا می کنند. و نویسندگان این فرقه نامه های خود را در کتابه های خود ذکر نمی نمایند. کتابه های خود را به نام اداره بلاغ القرآن به نشر می سپارند. فرقه دوم به نام فرقه امت مسلمه، چی یک نامی زیبا، فرقه امت مسلمه، نامی بسیار زیبا و گیرا و جذاب است. این فرقه توسط خواجه احمد الدین بنیانگذاری شده است و از دهلی نو که در هندوستان این فرقه بنیانگذاری شد، بعد از استقلال پاکستان در سال 1947 میلادی به لاهور انتقال کرد و مراکز آن در سراسر پاکستان، شهرهای بزرگ پاکستان وجود دارد. این فرقه به نام امت مسلمه دو مجله را به نام بلاغ و بیان به نشر می سپارد. افکار و اندیشه های منحرفانه خود را از رای این دو مجله پخش می کند. به این فرقه بازی خوردگان زیادی، چی از طبقه نسوان، چی دختران، چی پسران، چی کلان سالان، چی با فرهنگان، چی نویسندگان، چی ژورنالیستان، اطباء، اساتید دانشگاه ها پیوسته هم بازی خورده. چرا؟ فرقه امت مسلمه، نامی بسیار گیرا جذاب. فرقه سوم به نام طلوع اسلام، چی یک نامی گیرا و جالب و جذاب. این فرقه توسط غلام احمد پرویز در هندوستان بنیانگذاری شد. بعد از استقلال پاکستان به لاهور انتقال یافت. در سراسر پاکستان شعبات این فرقه منتشر است، حتی به اندازه فعالیت و کار میکنه که از رای بحر این فرقه به اروپا هم انتقال کرده است. در کشورهای اروپایی به نام طلوع اسلام، طلوع اسلام شاید نام زیبا، در آنجا انتشار یافته است و به نفع خود فعالیت دارد و مجله را هم زیر عنوان طلوع اسلام به نشر می سپارد. افکار و اندیشه های خود را از روی مجله پخش می کند. به فرقه طلوع اسلام بعضی از پیروان فرقه امت مسلمه پیوسته هستند.
و همچنان یک تعداد زیادی از پیروان اهل ذکر قرآن هم به این فرقه، فرقه طلوع اسلام منظم گردیده است. ولی فعالیت این فرقه چون علما به کفری بنیانگذار آن فتوا دادند، در این اواخر فعالیت های آن رو به ضعف نهاده است. فرقه چهارم به نام تحریک تعمیر انسانیت، چه نام های زیبا، نام های دلپذیر، تحریک تعمیر انسانیت که توسط عبدالخالق مالواده بنیانگذاری شده است. این فرقه از فرقه های معاصر است و به فعالیت گسترده آغاز نموده است و این فرقه توسط یا ریاست این فرقه را عبدالخالق مالواده که با مال و ثروت خود فعالیت های این فرقه را تمویل می نماید، ریاست این فرقه را هم خود این شخص عبدالخالق مالواده به عهده دارد. این بود چهار فرقه قرآنی ها. قرآنی ها چی می خواهند؟ قرآنی ها را دو امر، دو چیز به هم جمع می کند. یکی اکتفا نمودن به قرآن کریم. این فرقه ها به این عقیده هستند که باید به قرآن اکتفا نمود. قرآن همه مسائل دنیوی و اخروی را در بر دارد، به سنت نبوی احتیاج و نیازی وجود ندارد، باید سنت را دور گذاشت، به سنت تکیه نباید کرد. چرا؟ اینها میگویند سنت سخنان دروغ است که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است، حقیقت ندارد. این سخنان از زبان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیرون نشده است، کاملا دروغ است. نباید به سنت اعتراف کرد، نباید سنت را به حیث یک اصل شرعی شناخت، سنت را باید دور ریخت. عقیده این مردم است اکتفا به قرآن، انکار سنت. این دو امر آنها را به هم جمع کرده است. بیاید ببینیم که این گروه ها، گروهک ها، اصل پیدایشی از یا از کجا نشأت کرده است. استعمارگران در هندوستان، آن کشور پناور اسلامی، خواستند این اصل استعماری را پیاده کنند. تفرقه بینداز و حکومت کن. این اصل استعماری را در سرزمین اسلامی پهناور هند که مسلمانان در آنجا برای سالیان طولانی حکومت کردند و آثارشان در آن سرزمین به وجود آنها خوب گواهی می‌دهد، خواستند که مسلمانان را متشدد و پراگنده بسازند. از همین جا بود که افکاری منحرفانه خود را به یک تعداد از مسلمانانی وابسته استعمار زده تلقین کردند. از رای مال افکار خود آنها را تلقین نموده و از آنها به نفع خود بهره گرفتند تا مسلمانان وحدت خود را از دست بدهند، اتحاد خود را از دست بدهند. بالاخره
حکومت خود را از دست بدهند. همان طور هم شد. قادیانی ها را ایجاد کردن، قرآنی ها را ایجاد کردن تا که از سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کاملا دوری اختیار شود و میان مسلمانان تفرقه و دویی ایجاد شود. مسلمانان به یک دیگر خود مشغول و سرگرم شوند و درباره استعمار فکری ننمایند و استعمار اهداف استعماری خود را در این سرزمین پیاده کند. همان طور هم شد. اهداف خود را تحقق داد. مسلمانان را پراگنده ساخت. حکومت را از دست مسلمانان گرفت. به هندوها داد. این بود اصلی پیدایش یا علت اصلی پیدایش قادیانی ها و قرآنی ها در سرزمینی پر از عجایب و غرایب هند. خب قرآنی ها گفتیم که نمیگن که باید به قرآن اکتفا کرد. قرآن همه مسائل دنیوی و اخروی را در بر دارد، شامل است. سنت سخنان دروغی نیست که به آن حضرت نسبت داده شده است، حقیقت ندارد. حتی غلام نبی عبدالله، مشهور به عبدالله جگرالاوی، میگوید که حتی فرض کنیم که بعضی از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبتش به آن حضرت صحیح باشد، از او صادر شده باشد، باز هم ما میگه به پیروی از سنت میگه یعنی مکلف نیستیم. یگانه چیزی که به آن باید ایمان بیاره، از آن پیروی کنیم، از آن اطاعت نماییم، قرآن کریم است. چرا؟ وحی است. وحی یگانه کتاب است، قرآن کریم، که به آن حضرت صلی الله علیه وسلم وحی شده است توسط جبریل امین. اما قرآن، حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وحی نیست. کلمات دروغ است که به آن حضرت نسبت داده شده است. این از پنداری این گروهی منحرف که امروز در امریکا در تلویزیون ها توسط یک عده نوکران استعمار ای براه انداخته می شود، برای گمراه ساختن مسلمانان. حدیث نادیده گرفته می شود، از حدیث انکار باید شود، حدیث را باید به عکس یک دلیل و اصل اسلامی نباید پذیرفت. آیا این گفته آنها درست است؟ نه. علمای اسلام ببینید این حرکت در سال 1902 میلادی، 1902 میلادی در قرون طلایی اسلام، پیش از این قرنی آخر قرن 19 هم این حرکت پیدا شده. پیش از این در میان مسلمانان علمای بسیار ماهر، ائمه والا مقام وجود داشتند. آیا اوها این حقیقت در نکردند؟ آیا نفهمیدند که اسلام دو اصل دارد؟ اصل اولی قرآن کریم است، اصل دومی سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. همه احکام اسلامی بر روی دو اصل استوار است. ببینید در قرآن کریم میخوانیم آیه 113 سوره نساء، الله تبارک و تعالی چی میگه؟ انزل الله عليك القرآن والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان الله وكان فضل الله عليك عظيما. الله تبارك وتعالى القرآن الكريم با پیامبرش مخاطب، پیامبرش مخاطب قرار داد میگه وانزل الله عليك الكتاب والحكمة. الله تبارك وتعالى بر تو ای محمد الكتاب که قرآن کریم باشد و الحکمه که به اتفاق همه علمای اسلام سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است
میگه قرآن را و حکمت را یعنی سنت را بر تو نازل کرد و علمک تو را آموخت یاد داد تعلیم داد. ببینید در اینجا منظور از کتاب قرآن کریم است و منظور از حکمت حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است، نظر به گفته همه علما. و یا این برکت یا این برکت را آیه دیگری آیه سوم و چهارم سوره نجم تایید میکنم، محتوا و مندرجات اون آیه اون دو آیه که الله تبارک و تعالی در آیه سوم و چهارم سوره نجم میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از هوای نفس خود چیزی را نمیگوید، آن چیزی را که میگوید وحی است که الله تبارک و تعالی به او نازل کرده است. یا این برکت به صراحت به وضاحت میرسانه که گفته پیغمبر خدا هم وحی است، ولیکن وحی نظر به گفته علما دو نوع است، یکی وحی متلو است یکی وحی غیر متلو. وحی که تلاوت میشه که قرآن نام دارد، یعنی لفظ الفاظ و معانی از طرف الله تبارک و تعالی و وحی متلو است یعنی قرآن کریم، وحی که تلاوت میشه. یکی وحی غیر متلو است، وحی که تلاوت نمیشه و عبارت از حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است، او معنا از طرف الله تبارک و تعالی است با پیغمبرش را نازل کرده و الفاظ از طرف پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. پس وحی بر دو نوع است، وحی متلو که تلاوت میشه، وحی غیر متلو و این متلو قرآن کریم، وحی غیر متلو احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی این حقیقت را با صراحت گفته است: الا و اینی اوتیت القرآن و مثله معه. آگاه باشید که برای من قرآن و مثل آن که حدیث باشه برم داده شده است از طرف الله تبارک و تعالی. آنجا مردمان هستند، معنای هستند میگم برای این وقت نگرفته باشیم، و سیر هستند، شکمشان سیر است، در چوکی های آرام چوکی نشستند، میگویند که آنچه که در قرآن میبینید، آنچه را که قرآن حلال کرده است را حلال بدونید، آنچه را که قرآن حرام ساخته او را حرام بشمارید. و اینما حرم رسول الله ما کما حرمه الله، آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه وسلم حرام میگرداند حرام قرار داده است، او را الله تبارک و تعالی هم حرام قرار داده است. یعنی گفته ای رسول خدا گفته ای الله تبارک و تعالی است. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، در آیه 80 سوره مبارکه نساء، کسی که از رسول از پیغمبر خدا اطاعت میکنه مثل که از الله تبارک و تعالی اطاعت کرده باشه. در بسیاری آیات قرآن کریم میخوانیم اطیع الله و الرسول، پیروی کنید از الله تبارک و تعالی و از پیامبرش. بسیاری آیات اطاعت و فرمانبرداری از رسول چی معنی دارد؟ آیا قرآن را ما توسط کی قرآن بری ما رسید؟ توسط پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رسید. گفته ایش درباره قرآن قبول میکنیم و گفته ایش درباره احادیث قبول نمیکنیم، این تناقض برای چیست؟ در حالی که قرآن کریم برای ما دستور میدهد، میگوید و ما آتاکم الرسول، ببینید در سوره 8 آیه 7 میگوید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که پیامبر خدا برایتان میدهد آن را بگیرید مطابق و عمل کنید، و آنچه را که از آن نهی میکند از او اجتناب کنید، از او دوری اختیار کنید. ببینید این فرمان الهی است، این قول الهی است که متوجه امت مسلمه است. امام قرطبی در تفسیری بسیار کلان خود که به نام الجامع
احکام قرآن نام داره، فعلا جامعه است، احکام اسلامی را جمع کرده. او چی میگه؟ میگه که و ما ينتقان الهوى ان هو الا وحي يوحى سيوم چهارم سوره نجم که هست. این میگه این حقیقت را میرسانه که حدیث پیغمبر خدا هم از طرف الله تبارک و تعالی به آن به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. این حقیقت را بیان میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در سال دهم هجری که به نام حجۃ الوداع یاد می شود، آخرین حج کردن که 100,000 صحابی زیر بیرقشان بودن در منا، آنجا این حقیقت را به جهانیان اعلام داشتند و گفتند اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، من برای شما دو اصل ارزشمند و وزین را به یادگار گذاشتم یا به یادگار میگذارم. اولی قرآن کریم است و دومی سنت من است، یعنی احکام اسلامی، چه احکام اعتقادی، چه احکام عملی یا احکام علایق بین المللی و روابط بین افراد و جامعه ها، همه این احکام برای این دو اصلی اصیل استوار است، طوری که همه علما به اتفاق آرا به اجماع آرا میگویند بر سر این دو اصل استوار است. اصل اول قرآن کریم، اصل دوم سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اگر ما سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نادیده بگیریم، طوری که این فرقه های منحرافی نادیده میگیرند، 99% احکام اسلامی متروک خواهد شد. چرا؟ از یا میپرسید شما میگید که قرآن کریم همه مسائل اسلامی را در بر دارد، ما از شما میپرسیم با ما نشان بدهید در قرآن کریم که تعداد رکعات نماز در کجای قرآن آمده، تعداد فرایض قرآن، فرایض نمازهای فرضی در کجای قرآن آمده، زکات شتر و گاو و گوسفند و بز و طلا و نقره در کدام جای قرآن کریم مذکور است؟ شما ادعا میکنید که قرآن کریم همه مسائل را در بر دارد. نخیر، قرآن کریم مسائل عمومی، قواعد کلی این را در بر دارد، جزئیات و تفاصیل را به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گذاشته است. چنانچه قرآن کریم به صراحت میگوید در آیه 44 سوره نحل میفرماید الله تبارک و تعالی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن را به تو ای محمد نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که بیان برای آنها نازل شده است بیان کنی. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم احادیثش یعنی احکام را بیان میکنه. احکام احیانا مجمل میباشد، مطلق میباشد. مثلا به طور مثال و سارق و سارق و سارق فقط آیدی همون به قرآن کریم آمده که تلاسی قد کنیم آمده؟ آمده حدیثی پیغمبر خواست را سمیدی که از بانی نست. این مطلق را مقید میسا بیان میکنه. اگر احادیث را انکار کنیم، طوری که آیا انکار میکنن، نادیده بگیریم، خدای ناخواسته که اصلی ثابت و مسلم دوم اسلام است، 99% احکام اسلامی با کلی حذف میشه، از بین میره. یعنی اسلام را قیچی میکنیم. ببینیم بروی این هدفی بسیار نامشروع، هدفی آلوده، استعمار این کار را کرد. این دو حرکت را به وجود آورد تا اینکه مسلمان ها در میان هم به امور داخلی خود سرگرم شوند، از اهداف استعماری آگاهی حاصل نکنند و استعمار طوری که میخواهد، استعمار انگلستان طوری که میخواهد همون چیز را برآورده بسازد تحقق بخشد. من در اینجا سخنان خدا به پایان میرسانم.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.